خیمنز، آیالا، سالاس، مارتینز و آیالا پنجتای پاراگوه هستن. صمیمی و اسماعیل پور و حسن داده و توکلی و جاوید پنجتای تیم ملی ما رو تشکیل دادن. یک دقیقه به سرعت گذشت و چهره صمیمی رو هم می‌بینیم، دروازه‌بان خوب تیم ملی فوتسال کشورمون، واکنش عالی هم داشته، هم یه اول از تیم ملی فوتسال ایران و توپی که میگیره اونجا سالاس. چهره حسن داده رو هم می‌بینیم، آقای گل سال قبل لیگ ما هم بوده از طرف حسن زاده، در روسیه هم سابقه بازی داره، ضربات رو هم خوب میزنه. خود حسن زاده میکنه با پاش پر قدرت و خطرناک و توپی که از کنار دروازه خیمنز به بیرون رفت. گابریل آیالا برای سالاس، میبرن به چپ، میفرسته ضربه خطرناک سر از ویلابا، به پاس خوب برای اسماعیل پور، میخواد به چرخه و پاس بده دوباره خودش، حسن زاده میکاره یه بار دیگه برای اسماعیل پور و توپی که خیمنز روش تاثیر میذاره و بالاخره میگیرتش. ایزمی محکم و باز هم یه سیو عالی از صمیمی و تکلم بیرون رفته، خبری از خطا نیست، کار دنبال شده، همه سری تیم ایران یه پاس برای حسن زاده و یه برخورد دروازه‌بان، یه برخورد دروازه‌بان خیمنز، همه میگن باید کارت رو بگیره و بالاخره داور هم کارت رو میده بهش. تو گیری بچه‌های تیم ملی ما، یه حرکت زمین زمینی و تو بکس کنار دروازه به بیرون زد توکلی. جریه چیلاورت رو دیدیم، سرمربی 40 سالی پاراگوئه رو، احتمالاً همون کتی هم پوشیده که بازی با کولومبیا پوشیده بوده، چون خیلی خرافاتیه و معتقده کت شلواری که با برد تیمش همراه میشه باید تا آخر بازی ها تنش باشه. دروازه خالی بود و ضربه طیبی به بازیکنی پاراگوئه خورد. بهترین بازیکن فصل گذشته لیگ ما بوده طیبی، ضربه‌ای که محکم میزنه احمدی. ویالبا بلند میفرسته، یه حرکت از زمین ایران، صمیمی از دروازه بیرون رفت، توپو بیرون میفرستن سالاس، یه حرکت از زمین که زمین شده توی دروازه، متاسفانه دروازه ما باز شد و مارتینز این کار رو انجام میده. ببینیم با هم اینطوری تو مسیر بود، تو تغییر مسیر میده و دروازه ما باز میشه. مارتینز یه بار دیگه ضربه ای که اونجا میزنه طیبی، تو پاش نیومده، اشتباه احمدی، یک ضربه سر در خونه دروازه ما صمیمی هست و نمیذاره برای بار دوم دروازمون باز بشه. خیلی خطرناک زده حملات پاراگوئه، خیلی از کارشناسا چرک و خاص بازی میکنه این تیم پاراگوئه و اینطوری هست که به تیما ضربه میزنه. یه حرکت، یه موقعیت، ایران گل مساوی رو میتونه بزنه. اسماعیل پور توپی که از بالای دروازه پاراگوئه ضربه فنیش به بیرون رفت، این کار از اول واحد رو توی دروازه، یه گل قشنگ و همچون خوشگل بهشون زدیم و اسماعیل پور دروازه رو باز کرد. یک یک شده هم میبینیم صحنه آهسته رو، قشنگ توی گل پاش سوار شد، کیف میکنیم با هم، رفت گوشه دروازه و دروازه پاراگوئه باز شد. یرکه توکلی و دروازه رو میزنه و خیمنس رو میگیره، یه پرتاب بلند صمیمی، یه برخورد و خطا، خطا داورم دست به جیب میشه و یه بازیکن ما کارت زرد نشون میده. اسماعیل پور کشاورز بلند میفرسته و توپی که خیمنز در اختیار گرفته، حمله پاراگوئه تو این دقایق، تو این ثانیه ها نباید گل بخوریم اما میخوریم و سالاس دروازه ما رو باز کرد. ببینید صحنه آهسته رو فرستادن بین بازیکن ما، تیم رد شد، صمیمی هم تونست دروازه رو نجات بده، پارا گذاشت، دست هم گذاشت و بالاخره دروازه ما باز شد. یرکه جاوید، اسماعیل پور و حالا گل دوم، گل دوم به سود ایرانه. نه داور خطای هنده توکلی رو گرفته و کارت زرد هم بهش نشون میده و هم میبینیم اسماعیل پور فرستاد تو دست خیمنز، خب دست توکلی هم خورد اما عمدی نبود که بخواد کارت زرد فکر کنم بهش بده داور.
اسماعیل پور، میکارم براش، خدا اسماعیل پور، یه بار دیگه فشار ایران توکلی داخل زمینه پاراگوئه ما خوب پاسداری میکنیم و ضربه جاوید به گل تبدیل نشد. ایران 2-1 فعلا بازی رو واگذار کرد. اسماعیل پور ضربه از راه دور گل دوم، گل دوم جاوید دروازه رو باز کرد، چه شوت خوبی زد و دروازه باز شد، عالی توپ براش کاشته شد و ایران بازی رو 2-2 مساوی میکنه. با هم میبینی ما واقعا دو گل قشنگ بهشون زدیم، چقدر خوب کاش اولی رد شد حسن‌زاده ولی جاوید اومد دروازه رو باز کرد. توکلی، اسماعیل پور، یه حرکت اسماعیل پور، یه پاس جاوید، نزدیک گل سوم رو هم بزنیم. ما سوار بازی هستیم و بهتر از پاراگوئه. 23 موقعیت ما داشتیم، 15 تا پاراگوئه. چه پای وسط عالی‌قدر حرکت میکنه، ضربه‌اش رو میزنه، دنبال توپ میگره بازیکن پاراگوئه، دوباره خود عالی‌قدر هم اونجا بود و ضربه که خطرناک بود و اون نوک انگوش دست صمیمی توپ بیرون رفت. با هم میبینیم صحنه آهسته رو، قشنگ دید اومده دروازه‌بان ایران بیرون. سالاس، حمله پاراگوئه دیگه این بار خطا نیست، ده حمله سریع بچه‌های ایران باید پاس بدن. طیبی زاویه اونجا بسته میشه در دهانه دروازه، کشاورز و توپ به تیر دروازه خورد، توپ به تیر دروازه خورد. حالا ضد حمله پاراگوئه گل نخوریم و بارکلا به صمیمی. آخ آخ چرا ما این توپا رو گل نمی‌کنیم و خیالمون راحت نمیشه. با هم می‌بینیم زاویه محکم کشاورز رو، کاظمی دور میزنه، خود کاظمی، طیبی همونجا هست، کاظمی روی پای راستشه، یه موقعیت عالی قد و با دخالت دروازه‌بان خیمنز توپ به پای عالی‌قدر خورده با به بیرون رفته. توپ به گردش در میارن و خیلی خوب همدیگر رو پیدا میکنن. طیبی پا عوض میکنه، طیبی ضربه‌شو میزنه با خیمنز، توپ رو میگیره. خیلی شدت و قدرت نداشت ضربه حسین طیبی. سر حسن‌زاده میکاره، اسماعیل پور میزانه و این بار زمینی، ضربه‌ش رو زد به خیمنس بود، در اختیار گرفت. 7-7 در شوت در چارچوب، دو تیم مساوی هستند، مثل بازی که 2-2 مساویه. ضربه زیبا و تو میکنی به تیر دروازه خورد، ضربه قشنگ فرهاد توکلی. ما هم میبینیم صحنه آهسته رو، بچه‌هاس هم بودند بچه های ما و برای بار دومه که توپ به تیر دروازه میخوره. بلن طیبی اومده، سنگ سفیدی هم همینطور، یه برخورد خطا نیست، کار دنبال میشه. سنگ سفیدی برای طیبی، سنگ سفیدی، گل سوم نه، گرفت خیمنس توپ رو، کاش پاس میداد سنگ سفیدی. سالاس، دوباره توپ رو گرفتیم، سنگ سفیدی، طیبی اونجا هست و فرهاد توپ میخواد، توکلی میزنه، خیمنس ضربه‌اش رو برمیگردونه. بازیکن پاراگوئه توپ نرسید، یک ضربه از راه دور صمیمی مسیر رو بسته و یه سیو دیگه ازش ثبت میشه. کاظمی، یه حرکت کاظمی، میتونه پاس هم بده اونجا سریعتر. تو بیکم اونجا طیبی هم اعتراض کرده چرا زود پاس نداده، با برخورد خیمنس رو بیرون رفت. یه ذره از راههای دور واکنش خیمنس، از ناحیه پای چپ دچار مشکل شد صمیمی. بازی رو داور نگه میداره این بار، 5 دقیقه باقی مونده. تو به فرهاد توکلی نرسید و ارتباط قطع شد. یه پا میندازه خود فرهاد، گل سوم، کاملا کشید بازی کنه تیم ما رو و کارت قرمز، کارت قرمز برای بازی کنه پاراگوئه. این 2 دقیقه بسیار ارزشمنده برای ما. کشاورز، حسن‌زاده، یه بار دیگه موقع به گل سوم، گل سوم جاوید دروازه پاراگوئه رو باز کرد. ایران 3-2 حالا پیش میفته. یه نفس راحت بالاخره میکشیم. آیالا که چند دقیقه قبل مصدوم شد و بیرون رفت، اصلا یه پاور پلی استفاده میکنه. پاراگوئه دروازه‌شون الان خالیه، دروازه‌شون خالیه. جاوید دروازه‌شون میزنه و مسیر رو میبنده. آیالا پاس رو عقب، 5 نفری حمله میکنن. سالاس فشار میده بوده ایران، ضربه محکمه مارتینز بیرون رفت.
ویالبا خیلی دروغی سر گل مفت نخوریم تو این ثانیه ها. ویالبا ضربه رو محکم میزنه و گل سوم رو هم میزنه. بعد خورد اون گل رو از بین پای صمیمی توپ رد شد. جاوید میکاره، توکلی یه حرکت، یه پاس، حسن زاده ضربه رو بزنه اونجا بچهای ما، ولی گوشه زمین سنگ سفیدیه، چه ریسکی هم میکنه اونجا. 41 ثانیه و باری کلا صمیمی دوباره مسیر رو بستن. حسن زاده یه حمله دیگه از پاراگوه و توپش محکم زده میشه تو چارچوب نیست. زده حمله برای تیم ما میتونه شک بگیره. جاوید، اسماعیل پور، خود جاوید رو میبینه، توکلی میکارن، حسن زاده، جاوید و روش فندی میزنه و دروازبان تو رو برمیگردونه. فشار حفظ میشه، اسماعیل پور یه ضربه از راه دور و خود گرفت دروازبانشون سپینولا. 43 ثانیه زمان باقی مونده، یه ضربه محکم حالا تو گیری بازیکن پاراگوئه، مارتینز تنهاست اونجا، توپشو میزنه اسماعیل پور. حسن زاده یه پاس و توپشو اونجا نگرفت پای جاوید، ببینم میتونست دروازه پاراگوئه رو باز بکنه. 7 ثانیه زمان باقی مونده، اشتباه کاظمی تو گیری آیالا، موقعیت داره تیم پاراگوئه، میچخه زبش رو میخواد بزنه باز کنه، پاراگوئه دوباره میکنه انجام میده. ویالبا ولی تو چارچوب نیست، یه حرکت طیبی نمیذارن بچخه و زبش رو بزنه. عالی قد محکم میزنه با اسپینولا، زاویه رو اونجا بسته. یه حرکت جاوید، اسماعیل پور، یه نفر، دو نفر، سه بومی نفر اونجا تکمی میبنده به مسیر بسته شد، کار دنبال میشه. جاوید زبیه محکم اشتباهی دروازه بان، گل چهارم، گل چهارم واسه ایران، دروازه باز شد، بازم اسماعیل پور دروازه پاراگوئه رو باز میکنه. ایران 4 پاراگوئه 3. با هم میبینیم صحنه ها هسته رو، 3-4 نفر جا موندن، کار دنبال شد، نتونست دفاع تو رو دور کنه. باره کلان جاوید که اونجا تو رو ول نکرد، اشتباه اسپینولا و حالا گل برتری ایران. بیست و دو ثانیه رو باید ما دیگه از جون مایه بذاریم. آیالا خطرناک، ویال با محکم میزنه تو به تیر خورد. 9 ثانیه مونده، ویال با بر میگرده،